خیلی ها از ایران رفتن برای مهاجرت به کشورهای دیگه و یکی از دانشمند بهایی عبول فضایل گلپایگانی آمدن به سمرقند و چند سال زندگیشون رو در سمرقند گذارندن چون بهایی بودن و خیلی دانشمند بودن و خیلی آدمی خوب بودن آدم ها را با خوبی خودشان به خودشان جلب میکردن آدم ها که شما کی هستید دیانتتان چیه و... درباره دیانت بهایی درباره امر بهایی ادمو شناس شدند و خیلی ها در هم همون موقع بهایی شدند در سمرقند همینجوری که مادرم میگه یکی از بهایی های اولین سمرقند دکتر اطول بودند که خودشان از افغانستان آمده بودند به سمرقند و مثل پدرم با یکی از دخترای تاجیکی ازدواج کردند و تمام عمرشان در سمرقند موندند بچه هاشون هم بهایی شدن و مادرم تاریخ میکنه که در خونه خیلی فعالیت میبردن زیافت ها و مجلس های امری رو میگذراندن و اینقدر قشنگ میگذراندن که ما میگفتیم مثل عروسی با غذاهای مختلف با خوشحالی با آواز خوندن و با پذیرایی های قشنگ میگذراندن خیلی هم جالب نرگس جان شما گفتید که توی خانواده‌ای ای متولد شدید که خب همه هنرمند بودن شاعر بودن و قبلش هم برای من تعریف میکردید که پدر بزرگتون هم برای شما آواز میخوندن وقتی که ازدواج کردید آیا فعالیت های هنریتون کمتر نشد یا اینکه تأثیری نگذاشت ازدواج کردن و تشکیل خانواده روی فعالیت های هنریتون؟ نه البته همچنین که من گفتم به شما من خیلی آدمی خوشبختم چون در خانواده شاعر و آدمایی که به موسیقی و به صنعت خیلی علاقه داشتم بزرگ شدم همچنین در ازدواجم هم خیلی خوشبختم چون همسرم از اول مشوق همه این کارهای هنری من بودن حتی که وقتی که من میگفتم که من دوست ندارم من میخوام با بچه ها باشم نمیخوام برم برای برنامه ها شوهرم تشویق میکرد که برو حتما باید بروی حتما باید برنامه اجرا کنی بچه تاثیر داره تشویق خانواده خیلی تاثیر داره البته وقتی همسرم و بچه هم خوشحالن منم میتونم برم برنامه اجرا کنم همچنین بچه هم هم خیلی مشوق کارهای هنری من هستن همیشه کمک میکنن وقتی پسر کوچیکم کوچیک بود دخترم موازیبه پسرم بود من میرفتم برای برنامه اجرا کردن به جای های مختلف در مورد خانوادتون اگه اشکال نداشته باشه بیشتر برامون بگی من سه تا بچه دارم البته از این طرفم دوباره خیلی خوش وقتم چون بچه هم خیلی بچه خوبی پسری پسر بزرگ اسمش مزفر الان میره به دانشگاه سال دوم نانو ساینس تحصیل میگیره و دخترم انشالله این سال کلاس دوازده همش رو تموم میکنه و میره به دانشگاه و پسر کوچیکم هم اسمش جمال هفت ساله شده میره کلاس دوم دخترم هم اسمش پروین هست پروین خواهد شما همه موفق باشن ممنونم نرگس خانم ما تلفنایی میگیریم که دوستان عزیزی از تاجیکستان یا ازبکستان با ما تماس میگیرن و برنامه های ما رو نگاه میکنن شما به عنوان یک خانم هنرمندی که از اون طرف هست از, از ازبکستان هست چه پیامی دارید واسه خانم ها در زمینه کارتون یا هر زمینه دیگه ای؟ البته در کشور ما زن ها آزادن برای کارهای فعالیت های مختلف و خیلی هم فعال هم و چون در کارهای هنری آواز خوندن همچنین آزادن لی بعضی خانواده ها، پدراشان یا برادراشان یک کمی مختلف هستن که زن ها برن روی صحنه آواز بخونن. براشون سخته شدن. براشون یک کمی سخته. ولی بیشتر آزادن البته. من نه فقط به زن های تاجیکستان و ازبکستان ولی به زن های همه جا تفسیر می کنم که زنها معمولا با خانواده و کار و کارهای زندگی مشغولن بله. و درباره خودشان بیشتر فراموش میکنن من توصیه میدم که هم این کار همیشه میکنم در کانادا که الان زندگی میکنم با زنهای کانادی ها این کارا رو میکنم همیشه تشویق میکنم که یک کاری هنری برای خودشان شروع کنند. به خاطر همین چند تا شاگردهایی دارم که در کانادا زنهای سالشان بالاترند همین الان شروع کردن پیانو زدن یا آواز خوندن و میگن که یه چیزی الان پیدا کردن در زندگیشان که خیلی خیلی چیزی خصوصی و قشنگ هست و خیلی خوشحالن که این کارو میکنن و به زنها تفسیر میکنم که البته خانواده خونه کار همیشه هست ولی من دوست دارم که بیشتر به خودشان برسند بیشتر فکر خودشون هم کنن یه کاری هنری شروع کنن نمیگم که فقط پیانو زدن یا آواز خوندن نقاشی کردن یا که کارای سپورت یا هر کاری که برای خودشان چیز کمک میکنه بر... شروع کنن واقعا برای یاد گرفتن هنر هیچ وقت دیر نیستش و نباید بگه دیگه من سرنم بالاست نباید شروع کنم نه مخصوصا به زنهایی که مردها بله ولی زنها بیشتر من تو خودم زن هستم دوست دارم که زنها به این کارها برسن خیلی ممنونم خب یه سوال آخر میخوام از شما بپرسم اونم این هستش که شما با, با توجه به آشنایی که به فرهنگ ایرانی دارید از طریق پدرتون و با توجه به اینکه در ازبکستان بزرگ شدید چه تشابهاتی میبینید بین این دوتا فرهنگ ایرانی و ازبکی و تاجیکی البته همین چونی که من گفتم قبلا این کشورها همش یک سرزمین بود در فره. قدیم ها و البته در مدنیت و فرهنگ خیلی چیزای نزدیک داریم مشابه داریم الان هم در ازبکستان و در تاجیکستان هنر ایران خیلی خیلی معروفه ما در تلویزیون و رادیو همیشه آهنگای ایرانی گوش می‌کنیم و اگه باور کنید اگه بیایید به سمرقند یک روز من شما رو میبرم به عروسی ها اونجا همیشه آهنگای معروفه که از طرف گوگوش و اندی موین ستار خونده شده همیشه در, در این جلسات ها هست در ازبکستان عید نوروز خیلی مثل جشن بزرگ گرفته می شود و ما در خانواده ها حتما گندوم کبود می کنیم روی میز می زاریم گندوم و سبز می کنیم ما سبز میگیم کبود <تصفح> <تصفح> <چاله. تصفح> و روی میز همیشه شیرینی های مختلف میذاریم و هر مهمونی که اومد به خانه حتما باید از شیرینی ها و چیز پذیر... پذیرایی بشن. بشن بله در تلویزیون برنامه های مختلف میذارن به خاطر عید نوروز در کوچه ها پرید های قشنگ میگذارن رژه میرن مردم رژه میرن مردم با لباس های محلی قشنگ با آهنگا با ارکسترا های محلی چه جالب این لباس قشنگ رنگی هم که شما پوشیدید لباس محلی سمرغندیه به این لباس میگن اطلاس این لباس محلی ازبکستان و تاجیکستان هست و با ابرشیم درست میشه با دست درست میکنن این پارچه چرش. پارچش رو با دست میبافن؟ بله با دست درست آه. چه جالب این ترهایی که روش داره نشون دهنده چیزیه این چون uh, هر سال نقشه های جدید میذارن به اطلس مثلا پرسال وقتی من رفتم به سمرقند بعد از شش سالی که در امریکا شمالی بودم خیلی چیزا عوض شده بود خیلی چیزای قشنگ به وجود آمده بود این اطلس هم یکی از اطلس های جدیدی که پارسال به وجود آمده و همون موقع مثلا این نقشه هایی که ما میگیم زردوزی باست. و این سنگگذاری ها خیلی معروف بود پارسال نمیدونم امسال ممکن یه چیزای جدید اومده <تصفح> <تصفح> گفتید که امسال بعد از 5 سال برگشت تمرقند یه خورده از فعالیت‌های خدماتی بهایی در اونجا برامون بگی من خیلی خوشحال شدم وقتی رفتم سمرقند و فعالیت‌های جوان‌های باهایی را, را دیدم خیلی جوان‌ها فعالن و کلاس درس اخلاق، دوره های روحی، جلسات های دعا خیلی <تصفح> به طریق منظم برگزار منظم میشه یک کنسرت گذاشتن برای بههای سمرقند و خیلی ها اومدند و خیلی خوش گذشت خیلی عالی مرسی ممنون از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتی تشریف آوردید میخوام که از شما بینندگان عزیز خداحافظی کنم ولی میخوام ازتون دعوت کنم که همچنان با ما همراه باشید چون میخوام یه خواهش کنم از شما و خواهشم اینه که از کتاب شعری که از پدر بزرگتون برای ما همراه آوردید با صدای قشنگتون یه کمشو بخونید مکمل میل